مهدی گلرو، فعال سیاسی از مالمو سوئد با ما همراه هستند. خانم گلرو، وقت شما بخیر. بخشی از این پژوهش گفته شده درش که تجربه زیست زنان از زمان تأسیس جمهوری اسلامی تا به حال نشون میده که برخلاف وعده های نخستین حقوقشون یکی پس از دیگری نقض شده. پرسش اینجاست این که افرادی که این پژوهش رو انجام دادن خودشون سال هاست که در سمت های مختلف در مسند قدرت بودن، از جمله خود محمد خاتمی، چرا آنها امروز به این فکر افتادن که حقوق زنان نقض میشه؟ ارزیابی شما از این تناقض چیه؟ مجبور هستن. مردم ایران به ویژه زنان ایرانی با شجاعت خودشون در تمام این 4 دهه و در طی سالهای اخیر و بعد از کشته شدن مهسا امینی، جمهوری اسلامی رو به این وادار کرده که در مورد مسئله زنان یک تصمیم بگیره، یک راهکاری پیدا بکنه. اما این رو نباید فراموش بکنیم که در مورد حقوق بنیادین بشر، رفراندوم و همه پرسی در هیچ کجای دنیا به رسمیت شناخته نمیشه. یعنی حتی اگر که من تنها زن ایرانی باشم، من مهدی تنها زن ایرانی باشم که میخوام بدون روسری در خیابان حضور داشته باشم و نمیخوام استانداردهای جمهوری اسلامی رو رعایت کنم، به واسطه اعلامیه جهانی حقوق بشر و ده ها نمونه دیگه اعلامیه هایی که بعد از بیانیه جهانی حقوق بشر منتشر شده، این حق انتخاب پوشش، حق انتخاب اعتقادات مذهبی و عقاید همه به رسمیت شمرده میشه و در مورد هیچ همه پرسی قرار نیست برگزار بشه. اینکه یک روزی در ایران همه پرسی برقرار بشه که آیا این رأی میاره که بیشترین آدم ها هستن که رأی بدن که حجاب اجباری نباید وجود داشته باشه، خب برعکسش هم میتونیم در نظر بگیریم. یک روزی میشه در نظر گرفت که پس رأی گیری بکنیم آیا کسی حق داره مسلمان باشه در ایران یا نباشه، و اگر اکثریت رأی آورد قراره چه اتفاقی بیفته. این مسئله ای که اصلاح طلبان در تمام این سالها سعی کردن با کلماتی مثل رفراندوم و همه پرسی خودشون رو در سمت مردم نشون بدن، ولی واقعیت اینه که ما همه این مسیرها رو رفتیم. سال 80 79 80 و 81 یکی از مهمترین شعارها در دانشگاه این بود که رفراندوم راه نجات مردم. این شعاری بود که نسل من هم تو خیابون داده. ولی آیا الان در سال 1402 بعد از این همه تجربه‌ای که جامعه ایران داشته در مورد جمهوری اسلامی، در مورد حجاب اجباری، در مورد حقوق بنیادین انسانی ما میتونیم در مورد رفراندوم حرف بزنیم؟ حقوقدانانی هم که در مورد این مسئله نوشتن و به قول خودشون این پژوهش رو انجام دادن، به نظر میرسه که حتی یک بار اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نخوندن تا ببینن در مورد حق پوشش و حق اعتقادات و آزادی بیان قرار نیستش که دولت‌ها و سایرین و اکثریت تصمیم گیرنده باشن. در فضای فعلی ما شاهد انتشار جزئیات لایحه عفاف و حجاب هم هستیم که سختگیری‌ها درباره حجاب اجباری رو بیشتر، مجازات‌ها رو سنگین‌تر کرده. آیا میشه انتشار این پژوهش رو پاسخی به لایحه‌ای دونست که تردیدهای بسیاری برای اجرای شدنش وجود داره؟ بله، خب بعد از اینکه لایحه منتشر شد، شکل اصلاح شدهش هم حتی که چند روز پیش منتشر شد، ما شاهد این بودیم که عکس‌العمل‌های خیلی زیاد نسبت بهش بود، به خاطر اینکه مشخصاً آپارتاید و تبعیض جنسیتی رو به یکی از قوانین داره تبدیل می‌کنه، چیزی که بوده بخشی از سنت، بخشی از قوانین جمهوری اسلامی، اما این بار دیگه مشخصاً دارن زنان رو محروم می‌کنن به خاطر پوشششون از حقوق بدیهی و طبیعی خودشون. این واکنشی که جامعه داده، اصلاح طلبان و محمد خاتمی با توجه به اینکه در طی تمام این سال‌ها سعی کردن که یک جایی در میانه ماجرا قرار بگیرن، الان هم دارن سعی میکنن بین اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه، لایحه‌ای که مجازات‌های سنگین و غیر انسانی رو در نظر گرفته که در واقع یک جور حذف گسترده زنان هستش، در کنارش مردمی که خواهان آزادی هستن و خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستن و در شعارهاشون مشخصا در طی 10 ماه اخیر و پیش از اون رهبر جمهوری اسلامی رو در نظر قرار می‌گرفتن، در این بین یک واکنشی بدن که سعی کنن هر دو سمت رو به شکلی راضی بکنن. ولی این همونطور که عرض کردم، این نوع گفتمان دهه 70 و 80 هستش. الان دیگه جامعه ایران این رو بر نمیتابه که بخواد برگرده به جایی که بخواد یک نوع توافق و در واقع کردن خواسته هاش در مقابل جمهوری اسلامی داشته باشه. این سال‌ها هم بارها و بارها اصلاح طلبان و محمد خاتمی این مسیر رو رفته، آشتی ملی و الان هم رفراندوم، و هر بار هم جواب محکمی رو از طرف جمهوری اسلامی گرفته، نه فقط در مورد مخالفان جمهوری اسلامی، جواب محکمی از خود خامنه‌ای گرفته که در مورد آشتی ملی نباید زیاده گویی کنن افراد. الان هم باز همین اتفاق خواهد افتاد. من واقعا فکر می‌کنم که در طی روزهای آینده خامنه‌ای و نزدیکان خامنه‌ای هم ممکنه نسبت به رفراندوم در مورد حجاب اجباری واکنشی نشون بدن.
ممنونم از شما مهدیه گلرو فعال سیاسی از مالمو با ما.